برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. کارگاه آموزشی توسعه زنجیره تأمین خدمات گردشگری برای بازدید کنندگان مسلمان در مرکز ویتنام در شهر ساحلی مرکزی دانانگ افتتاح شد. این رویداد که به طور مشترک توسط هیئت ترویج گردشگری مالزی در ویتنام، مرکز گردشگری اسلامی زیر نظر وزارت گردشگری، هنر و فرهنگ مالزی و اداره گردشگری دانانگ برگزار شد، شاهد شرکت نمایندگان بیش از 100 شرکت در این بخش بود. رسانه‌های سومالی گزارش دادند که در پی وقوع انفجار در یک انبار مواد منفجر نشده در جنوب این کشور 27 تن جان باخته و دست کم 53 نفر دیگر زخمی شدند. خبرگزاری ملی سومالی گزارش داده است که این انفجار روز جمعه 19 خرداد در نزدیکی یک میدان بازی کودکان رخ داده است. منابع گفتند که 25 تن از جانباختگان این انفجار کودکان بین 10 تا 15 سال هستند. در مورد علت وقوع این رویداد مرگبار هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست. محفل ملی امیرالقرا امیر قاریان عصر دیروز 18 خرداد ماه به همت مرکز طرح‌های قرآنی وابسته به مجمع علمی قرآنی آستان عباسی در مقام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در شهر مقدس کربلا برگزار شد. جمعی از قاریان نونهال عراقی و قرآن آموزان طرح امیرالقرا و همچنین زائران و دوستداران کلام وحی در این مراسم حضور داشتند. دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامزله در شهر مزار شریف کشور افغانستان همچنان به فعالیت‌های خیریه خود ادامه می‌دهد. در این راستا دفتر مرجعیت این شهر در اقدام اخیر خود در روز 18 ذی‌قعده 1444 اقدام به ذبح چند رأس گوسفند و توزیع گوشت حاصل از آن در میان خانواده‌های ایتام و نیازمند کرد. این دفتر پیش از این نیز در روز 16 ذی‌قعده ده‌ها بسته معیشتی را به دست نیازمندان رسانده بود.